گذر کتاب. ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سوی تو بود خواندی، آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن. مامان گفت که روز قبل با یان به اینجا اومده و وقتی اینجا بوده به این نکته پی برده که چیزهایی که مردم در اطراف خود میسازن یا قرار میدن مهم نیستن و گفت حالا پی برده که بر عهده افراد است که یاد بگیرن تا به هر چیزی که با اونها سخن میگن گوش بدن و بیش از هر چیز به ندای درون خودشون و این مهمترین نکته است. سال 1931 وقتی ایوان کلیما به دنیا آمد، چک هنوز چکسلواکی بود. دنیا زیر بار جنگ جهانی اول قد راست نکرده بود و رکود اقتصادی مردم رو فلج کرده بود. ایوان 6 سالش بود که جنگ جهانی دوم شروع شد. سال 1938 قرارداد مونیخ امضا شد و 2.5 سال بعدش ایوان چشم باز کرد و دید که مثل باقی یهودی‌ها روانه اردوگاه کار اجباری شده است. دیگر از خانه بیرون نرفت. می نشست و فقط کتاب می خواند. هومر، ویکتور هوگو، ژول ورن. 4 سال تمام در اردوگاه عمرش در صف غذا، شیر و زغال سنگ و حمام گذشت. یک مدرسه کوچک در اردوگاه را انداخته بودند و ایوان هم مثل بقیه بچه‌ها به آنجا می رفت. انشاهایش در مدرسه اشک و تحصیل معلمش را یک جا در می آورد. برای خودش شعر می گفت و نمایشنامه می نوشت. همان وقت بود که نوشتن اولین رمانش را شروع کرد. بعد از جنگ به هر ضرب و زوری که بود شد دانشجوی رشته ادبیات. اما ایوان هیچ وقت در قید مدرسه و دانشگاه نبود. فقط می‌خواند و هر چه به نظرش می‌رسید می‌نوشت. سال دوم دانشگاه یک رمان عاشقانه قطور نوشت و اسمش را گذاشت خوشقلب. بعد از آن یک رمان دیگر نوشت به اسم یکی از هزاران، به اضافه یک عالم داستان کوتاه و نمایشنامه. ایوان کلیما راهش را پیدا کرده بود. او میگوید در مورد حرفه آینده‌ام هیچ تردیدی نداشتم. دلم میخواست بنویسم. و درست چند سال بعد از این تصمیم بود که ممنوع‌الکار شد. اما برایش اهمیتی نداشت. هر جا که بود مقاله، رمان و نمایشنامه مینوشت و آثارش مثل نوشته‌های همه نویسنده‌های آن زمان چک به صورت زیرزمینی چاپ میشد. Rudra Prague, in Farsi. This is one of the three books which were translated to Farsi language. I see, I see. You can see how much favored you are in Iran, and not only in Iran itself, but like many Iranians living abroad, they are quoting your sentences. I'm believing they're so important for them because you are like a symbol of freedom for them. Really, I don't like to speak our country where I never was present. But on the other hand, I couldn't publish my work, and they are published originally in Iran, about human relations, and it's common for each country and for most of people. So I have some my fans in so many countries, even in China, in Japan, in Turkey. And of course, all over the Europe, so it's so difficult to judge. In Iranian official newspapers, and the name of this article with your big picture, and this article is really long, it's your quotation, which says, a writer in exile cannot succeed. No, I didn't say that cannot, but it's very difficult for him to succeed. That is my opinion. Always I explain what I meant by this sentence, or by this idea, that when somebody loses connection with his nation and with his language, that is a great danger for the writer who stays for a long time in exile, that he loses this connection. برنامه دیگر از درگذر کتاب در کنار عزیزانم، یار همیشگی، مهیار و پرنیان عزیزم و ایوان کلیما، نویسنده، مقاله نویس،
نمایش نام نویس، روزنامه نگار، اهل چک، از بچه های خوب پراگ. توضیح دیگه ای داریم فعلا؟ یه خطی اول بود. و طبق معمول همیشه هم مهمان برنامه. بچه انقدر فکر کردی اسم منو بگی، چتری کوتاه کردم کنم یادشم. کتاب که قرار امروز راجع بهش حرف بزنیم از ایوان کلیما نفرش نقدیسشه که آقای مهیار همواره این انتخاب کردن. بله همواره و دادم به من و من به تازگی مطالعه نمونم و اتفاقا دیشب داشتم چیز میکردم توی سایت چک میکردم که خورده راجع بهش بخونم، مثلا راجع به نقد و اینا، در صورت که وقت نکردم نقدش بخونم، نه از همین الان میگم. ولی دیدم یه جمله نوشته بودن که میلا کوندرا گفته که اگه ایوان کلیما نویسنده است پس من چی کنم. بعد جا دارم از همین تریبون اعلام کنم که آقای کوندرا لطفا شکست نفس نفرمایید، شما جزو نویسنده. ما همچنان جزو خدایان ما هستید. جزو نویسنده های محبوب بنده هستید و تو هم خیلی بیشتر آقای کوندرا رو خیلی بیشتر دوست دارم، وارد حاشیه نمیشیم. ولی رمان نفرش نقدیس توی حالا هوای چوگسلاواکی و حالا هوای پراگ نوشته شده، موقعی که استالینیستی ها اومده بودن و تقریبا میشه گفت روسیه هم شوروی اینا رو گرفته بودن و همون داستانه که تاریخی که حالا همه میدونن، نیاز نیست تاریخ بشکافیم اینجا، توی اون حالا هوا نوشته شده. که نکته جالب کتاب برای من اینه که کتاب از زبون سه نفر نوشته شده، نویسنده کتاب خودش مرده. یعنی به نظر من، حالا شاید عقیده شخصیه، اینکه یک مرد از زبون یک زن بنویسه واقعا کار سختیه. دو تا از کاراکترهای که از زبونشون هست، دو تا از کاراکترها زن هستن و در کمال تعجب دو تا کاراکتر زن خیلی پیچیده. یعنی یکیشون یه دختر 15 ساله است که مدرسه رو میپیچونه و مواد مصرف میکنه و وارد سری حاشیه‌های این تیپی شده، که یعنی مادره و یکی مادره که توی دهه 40 سالگی زندگیش هست و دغدغه‌های دخترش رو داره. خب غالبا اون حس مادرانه توی مردا خب وجود نداره، و اینکه تو بتونی واقعا از اون حس مادرانه داره، بهش میگن پدرانه. آره مردا بهش میگن نه دیگه پدرانه. حس مادرانه و پدرانه خیلی فرق داره دیگه. قبلا ما اینجا دو تا خانم شای آقا و اینکه بتونی، البته به نظر من خیلی اونقدر که، یعنی خب چون از من از دیده دختر بهش نگاه میکنم، مثلا جاهایی که قسط پارت دخترش هست میگم که خب نه، مثلا اگه دختره بود این دیالوگه مثلا مناسب تر بود، ولی خب بازم اگه بخوای نگاه کنی خیلی به نظر من حرکت خیلی عظیمیه که سه تا راوی داره این داستان و همطور و یک پسری هم هست که 15 سال از اون خانم کوچیک‌تره و یه پسر مو قرمزی حالا تو داستان که دیگه نگم براتون. آره دیگه بقیش رو خودتون بخونید، من کل داستانو نگفتم، خودتون بخونید. طبق معمول دیگه قبل از اینکه برنامه شروع بشه پرنیان میاد میگه راجع به کتابای قبلی همینطوری بود، من حرفی ندارم، من راجع به چی بگم؟ بعد ما اینجوری میشه تمام، لال میشیم تمام خودش. نه آخه من داشتم اینو میگفتم، کتابای قبلی همه چیز بودن که مثلا یه سری نقد و اینا راجع بهشون، حالا جدا از اینکه من وقت نکردم نقد اینو بخونم، ولی کتاب کاملا داستانه. یعنی یا دو حالت داره، یعنی که من بشنم داستان تعریف کنم یا اینکه شما برید خودتون بخونید، حالت دیگه ای نداره. خب شاید بیشتر به خاطر این هستش که متاسفانه کتابای ایوان کلیما خیلی دیرتر از بقیه نویسنده ها وارد ایران شد و ترجمه شد. مثلا من کتاب دیگه ای ازش ندیدم. آره به خاطر چرا کتاب... من ندیدم. روح پراگ هم میگن. آره روح پراگ. آره آره آره, آره. به خاطر همین هم هستش که این جالبه، چیزی که الان پرنیان گفتم همینه، اینکه یک نویسنده میاد در مورد یه نویسنده صحبت میکنه که خب اینجا آدم اینجا مواقع میگه خب آدم روی میلان کوندرا رو که نمیتونه زمین بندازه. میری کتابو میخونی و میبینی که درسته که خب به حد بار هستی و البته نه، مقایسهشون اصلا معل فارقه، یعنی جنس اصلا شاید میگم به خاطر اینکه انتظار داشتم که مثلا اگه... همون جنس رمان رو بشن، اگه جنس فکری کوندرا رو بشناسین متوجه میشین که چرا مثلا از این آدم ستایش میکنه. حالا در واقع چند تا دلیل داره، یه دلیلش اینو به شوخی میگم، ولی خب به هر حال کوندرا نسبت به نویسنده‌های چک یه مثلا چیز خاصی داره، خب به خاطر اینکه خب هم شهریشن. و مثلا در مورد اون بهامال چی بود اسم اون نویسنده، یادم رفت اسمش رو، یادم
که اونم یه کتابی ازش در فارسی ترجمه شد که من اسم اونم یادم رفته، مثلا کندرا اون رو هم ستایش میکنه. اما در واقع کلیما توش تأثیرپذیری از یک نویسنده های دیده میشه و امتداد شکل رمان نویسی یک نویسنده هایی که همشون مورد ستایش کندرا. یعنی این یکی از چیزاییه که این جنس رو، این رو به عنوان یک شکلی از نوشتن و امتداد یک سنت نوشتن خاص کندرا ستایش میکنه. این کاملا مشهوده توش، یه دلیلش به نظر میده. و البته جا داره اینجا که از فیلیپ راس هم خیلی تشکر کنیم از این که سعی کردش که ایوان کلیما رو به بقیه بشناسونه. یه مصاحبه ای که باهاش توی روزنامه داشته و باعث شدش که همه بشناسنش. و اینکه حالا خاطراتشون رو میبینم طبق معمول همیشه اون زندگی نامه نویسنده ها رو که من خیلی دوست دارم، آشناییشون، نوع اینکه چه نویسنده هایی رو فیلیپ راس میگفت که کلیما به من نشون میده توی جامعه، افرادی که زندگی چه نوع زندگی هایی دارن، همه اینها تأثیراتی هستش که توی نوشته های ایوان کلیما ما میبینیم. یه استراحت کوتاه میکنیم و بیشتر زمانمون رو میذاریم برای نفرشته نه قدیس، در موردش صحبت میکنیم. الان این کتابی که از ایوان کلیما اینجا رو میزه، من یاد یه جمله میندازه که در واقع به نظر من هیچ چیز، یکی از چیزهای خیلی هیجان انگیز در دنیا یه کتاب نوعه. خب هیجان انگیز میخواد. و یه چیز خیلی امیدبخش در دنیا به نظرم یه کتاب کهنه است. یعنی این کتابی که اینجاست، بعد تصویرش هم نشون دادن، یه مقدار کهنه است. چون کتاب کهنه از این جهت امیدبخشه که نشون میده چند نفر این کتاب رو خوندن. و این امیدبخش تر. کتاب نو خب هیجان انگیزه، میخوای بری بخونیش، ولی کتاب کهنه به نظر من خیلی تصویر هیجان انگیزه. جای اون انگوش، جای اون ورق خوردن ها، اون چیزا، کناره هایی که اینجوری تیره تر میشه، انگار اون کسی که خونده مثلا یه ردی چشمش روی اون خطوط گذاشته که بعدش که تو میخونی، غیر از این که اون کتاب رو میخونی، رد نگاه اونو هم میخونی. و اما نه فرشته نه قدیس. و اینکه از بین اون کاراکترهایی رو که حالا سطح روایتی که داشتیم، مادر توش خیلی نقشه پررنگی داره و اتفاقاتی که میاد، زندگی سختی که داره. اینو کتاب همونجور که پرنیان هم گفتش، اون شرایط اون دوره، روزگار و اون تاریخچه رو هم تو خودش اون داره. اون دوره نیستا؟ آره بعد از اون دوره. نه همین حال حاضره. یعنی کتاب داره نه منظورم اون دوره زندگی اون آدم و تاریخچه کتاب در اینها بازمانده های اون دوره. یعنی پدرش برمیگشت، خود این آدما دارن الان امروزه دارن زندگی میکنن دیگه، ولی همشون حالا حالم نیست. حالا به حال موقعی که نوشته دیگه، کتابی که فوری که نوشته نرسیده دست ما، که منظورم اینه که کتاب زمان معاصره، ولی این آدم‌ها و خانواده‌هاشون و مثلا تأثیر اون تاریخی که گذشته. مثلا نکته اهمیت، یکی از نکات خیلی مهم این کتاب در واقع همینه. ببین تو فرض کن که تاریخ در هر کشور، پراگ یکی از مثلا برای کسایی که یه ذره اهل کتاب خوندنن و به قول تو کندرا و نمیدونم اینا، یه شهریه که به عنوان نمادی از فرهنگ مثلا یه چنین چیزی خودشو معرفی تو به هر حال دست کم، حالا این واقعیت داره یا نه، به هر حال خودشو تونسته اینطوری معرفی کنه. ولی خب یه شهریه که در واقع یک بزنگاه تاریخیه در تاریخ جهان، به خاطر همین اتفاقات. یعنی قضیه بهار پراگ، قبلش که فاشیستا بودن، بعدش که تانکای روسیه یک روز میان اونجا رو میگیرن، حکومت بعدش، اون جو خفقانی که به وجود اومد، و از جهت دیگه به خاطر اینکه کشورهای بلوک شرق و علل خصوص باز دوباره اینجا با تاکید بگم پراگ، به خاطر اینکه این در یک مرزی قرار داره بین نفوذ بعد از جنگ جهانی دوم، بین نفوذ فرهنگی غرب به معنی آمریکا و از این طرف نفوذ فرهنگی شرق به معنی شوروی. در واقع اینجا داره اتفاقی که اونجا میفته یک جنگ فرهنگی است، یک جنگی که سر فرهنگ داره اتفاق میفته و هر کدوم دارن سعی میکنن اینها را از آن خود کنن و ترجمه کنن دیگه، جنگ سرد دیگه. و بعد مثلا مثل بعدش که جنگ ستارگان و همه اینجور چیزا، در واقع دعوای اصلی توی فرهنگه. اون چیزی که اتفاق میفته، حالا این در واقع تو این کتاب خیلی خوب معلومه، اینی که فرض کنید ما هممون داریم تو تاریخ زندگی میکنیم و مثلا یک سری اتفاقای تاریخی برامون اتفاق میافته که میخونیم توی
تاریخ وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم، سال فلان این اتفاق افتاد، فلان سیاستمدار اومد اینجا کرد، یک روز تانک ها اومدن و نمیدونم این اتفاق افتاد در پراگ. ولی اینکه افراد عادی با زندگی های عادی در زیر چرخدنده های این تاریخی که آمده و گذشته و علی الظاهر ختم به خیر شده، ولی چطور زنده موندند و چه زخم هایی رو حتی از نیاکانشون به ارث بردن و در زندگی روزمره شون تأثیر گذاره، این در زندگی روابط عادیشون، رابطه یک مادر با فرزندش، رابطه یک فرزند با پدرش و مادرش، رابطه یک پسر جوان با معشوقش، اینا همه تو کتاب هست، رابطه یک زن جوان با پدرش که در دستگاه استالینیستی اون موقع کاری داشته و حالا بعد جنس رابطه اون مادره حالا با اون پدره، میدونی همه اینها یه سری روابط و یه سری خانواده های عادیه که زندگی روزمره دارن، ولی بدون اینکه اشاره مستقیم، یعنی مثلا تو کتاب هیچی از به شکل مستقیم از وقایع تاریخی چیزی نمیگه، ولی اون اتمسفری که باقی میذاره اون چیزیه که رمان میتونه فقط به تو انتقال بده. اینجا دوباره ما برمیگردیم به اون حرف کندرا، چون کندرا معتقد رمان رمانی رمانه، و البته این حرفو از هرمان بروخ قرض گرفته، رمانی رمانه که بتونه چیزی از زندگی رو به تو انتقال بده یا خودش بتونه چیزی از زندگی رو کشف کنه که فقط و فقط به وسیله رمان بشه اون رو کشف کرد، یعنی نه به وسیله کتاب تاریخ، نه به وسیله مقاله، نه به وسیله موسیقی. اون چیزی که تو این کتاب هست یا کتاب‌های از این دست تجربه و درکی از زندگی است که فقط رمان میتونه اینو بده با توجه به زندگی عادی. اصلا هیچ اتفاق خاصی تو این کتاب نمیفته، یه آدمی داره زندگیشو میکنه، مادره اینطوریه، میره مریض میبینه، میاد حالش خوب نیست، سردرد داره، دختره، حتی در آخر کتابم هیچ اتفاق خاصی نمیفته، اینها رو در راه که دارن میرن رها میکنه، یک بریده ای از یک زندگی خیلی روزمره، روابط آدما با هم دیگه، هیچ چیز خاصی توش نیست، ولی اون چیزی که اون زیر مدام سوزن میزنه در واقع همون رد اون تانک هاست، رد اون تاریخی که روی زندگی روزمره این مردمون. آره، مثل این که هر سری که ناراحت میشه به این فکر میکنه که خب اوکی اگه من افسردگی دارم پس دلیلش اینه که خاله من مثلا خودکشی کرده، مادر بزرگ من چون یهودی بوده با گاز خفش کردم و پدر من یه آدمی بوده که خب جزه یعنی یه جورای طرفدار روسیه بوده و همسرم منو گذاشته رفته. دقیقاً همسر، نه حالا همسر منو گذاشته رفته، قسمت عاطفی قضیه شه. قسمت اون چیزی که فرنیان داره میگه در واقع اینه که ببین اینا آدمهایی که این داره در واقع احضارشون میکنه در افسردگی خودش، اونها رو میبینه، مثلا مادر بزرگه یک قسمتی از تاریخ اینهاست که در نازیسم شکل گرفته. اون خاله دیوانه‌ای که با کبریت مثلا همیشه آتش افروز بوده، و این تأثیر تلخ که همه اینها رو، یعنی اینا رو ادامه میده، میرسه به یک جامعه ای که امروز علی الظاهر سالم و سلامت داره مسیر خودش، ولی عمیقا از یک پوچی و بی‌معنایی خاصی، یعنی به دنبال معناست، به دنبال اینه که یک معنایی برای زندگیش جستجو کنه. اسم کتابم در واقع به همین اشاره داره، به خاطر اینکه به هر حال جامعه ای که توش استالینیسم میاد میره رد میشه و اینها، اون وضعیت های فکری و زاویه هایی که نسبت به مذهب و اینها پیدا میکنه، افراد جامعه در واقع از یک ریشه های یک دوچار تعارضات و یک چیزهایی میشن در مورد پیدا کردن معنا. خیلی ساده بهت بگم، ببین مدرنیته در واقع یک وظیفه ای رو به دوش انسان گذاشته که معنا رو باید خودت پیدا کنی، معنا از بیرون به تو داده نمیشه، خب؟ و خیلی آرمانی این کارو کرده. این کتاب داره نشون میده که آدم‌ها نتونستند این کارو بکنن، آدم‌های معمولی، نه حالا مثلا اینکه نیچه چه میگوید مهم نیست، این آدم‌ها در زندگی معمولیشون درگیر اینند و شدیداً دارن هی اینور و اونور کوبیده میشن. تو کتاب تو بدون اینکه ببینی احساس میکنی که یک دست نامرئی مدام داره این آدم‌ها رو به در و دیوار میکوبه. یعنی دست نامرئی میشه گفت یه سری دلایلی که اینا برای خودشون ترشن، یعنی دختر 15 ساله داستان دلیلش برای اینکه مواد مصرف میکنه اینه که اولا من مدرسه رو دوست ندارم و مامانم یه آدم افسرده است و بابام مامانم رو ول کرده
و مادر دلیل این که افسردگی داره اینه که خب شوهرم منو ول کرده و پدرم با من اون کار کرد. یعنی همه اینها یه سری دلیل برای خودشون میتراشن که همجوری هی بخورن به در و دیوار در حقیقت میشه. خب مثلا میگم، من میگم در مورد دختره این خیلی واضح میشه دیگه، واسه اینکه حتی جنس این آنارشی که داره از طریق این به نمایش میذاره آنارشی نیست. میدونی حتی این حتی اون نیست، یعنی یه چیز خالیه، نادانسته، خودش نمیدونه، میدونی در یک پوچی بی ارزش، نه پوچی ارزش، در یک پوچی. یه وقتی هست که شما گذر میکنی از یک معناهایی و در یه جایی میرسی که فعلا اینجا پوچه. خب یعنی روبروی دریای جهالت وای میستی و میگی که هیچ چیز دیگه نیست. این پوچی زاینده است، به خاطر اینکه تازه الان تو میخوای از اون تاریکی چیزی بکشی بیرون. ولی اینو نیست، این از عدم درک، از اینکه تا چه اندازه یک انسان کوچکه و سیل تاریخ و وقایع و اینها وقتی میان از روی اون میگذرن چه تأثیری بر اون، بر این ذره میگذاره وقتی اون رو به این بر اون بر میکوبه. این از اونجا، از یعنی ناتوانی نسبت به آنچه واقع میشود بله به وجود میاد. و اینکه اینه که زمان من گفتم حالا قبلش حرف نمیزنم، دلیل نمیشد انقدر حرف نزنم. من گفتم یه ذره حرف بزنم. خب بین من هم اختلاف افتاد. نه پارت اول، خب تو حرف زد پارت اول، اشکال نداره. منطقیه. در مورد ایوان کلیما گفتیم و اینکه نویسنده‌ای که علاقه بسیار زیادی به انجمن کتابخوانی داشتش و با کندرا و هاول خیلی سعی کردن که این انجمن کتابخوانی رو پا بر جا نگه دارن و این برمیگرده به روحیه این نویسنده ها که چقدر عاشق کتاب و کتابخوانی بودن. تا برنامه بعد، خدا حافظ. کتاب جانورنامه نویسنده لایوشناک از نشر چشمه. نویسنده پس از شکست انقلاب‌های 1918 الی 1919 مجارستان در سرخوردگی و تلخکامی عمیق خود تنها به نوشتن طرح‌ها و قطعات کوتاهی پرداخت که با طنزی بکر و تیره از جمله در قالب پورتره‌های بدی و با روح حیوانات، نابهنجاری‌های مناسبات اجتماعی و رفتار و کردار نه کمتر عجیب انسان‌هایی را هم که در میان آنها میزیست رو بیان می‌کند. بیشتر این طرح‌ها و قطعات که با لحنی به ظاهر جدی و علمی بر پایه بازی‌های زبانی، محمل‌گویی‌های بکر، طنز و طعن و تمسخر نوشته شده، در عین حال دیدگاه‌ها و پیش‌داوری‌های معنوس و تک‌نظری‌های کتاب‌های درسی زیست‌شناسی رو به سخره می‌گیره. داستان کوتاه مردگان نویسنده جیمز جویس، سال انتشار 1914. داستان کوتاه مردگان به بحث درباره اخلاقیات، ناکامی و انفعال می‌پردازد. این داستان که جزء مجموعه داستان‌های کوتاه او به نام دوبلینی هاست، به صورت سوم شخص و توسط یک راوی نامشخص روایت میشه. در همان اوایل داستان جویس یکی از مضمون‌های اصلی داستان یعنی ناکامی رو مطرح می‌کنه. این مسئله زمانی مشخص میشه که گابریل هنگام صحبت با لیلی از او درباره تصمیمش برای ازدواج صحبت میکنه. از طریق واکنشی که لیلی نشون میده، گابریل متوجه میشه که سوال بیجایی پرسیده. در مکالمه های میان لیلی و گابریل نوعی حس ناکامی دیده میشه. بیننده به این باور میرسه که شاید گابریل موفق نمیشه خودش رو به شکل موجهی به لیلی معرفی کنه. با در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی داستان میتوان به میزان انفعال شخصیت ها پی برد. مهمانی مورکان یک رویداد هر سال است، یعنی تکرار، و هر سال هم همان افراد همیشگی دعوت میشن. همچنین مالینز شخصیتی که هر سال هنگام ورود به این مهمانی مست میکنه. شخصیت های داخل مهمانی هر سال والس میرقصن. همیشه یک موسیقی پخش میشه و همیشه گابریل در این مهمانی سخنرانی میکنه. هر سال وظیفه تقسیم قاز سرخ شده بر عهده گابریله. خانم دیلی ژامبون رو تقسیم میکنه و گرتا هم
پودینگ ها رو در اختیار مهمون ها قرار میده. در تمام اینها یک تکرار دیده میشه. خواننده از این طریق تکرارها پی به منظور جویس میبره. جویس همانطور که از عنوان اثر پیداست میخواد بگه ایلت هم در انفعال به سر میبره و در حال مرگ. برگی دیگر از درگذر کتاب ورق خورد و این یعنی صفحه بعد.